پس از یک تصادف اتومبیل به مدت 20 سال به اشتباه گفته میشد رام هوبن در وضعیت نباتی قرار دارد. سپس پزشکان با تصویربرداری مغزی کشف کردند که وی هوشیار است و عملکرد مغزی طبیعی دارد. نخست به نظر می رسید این مرد 46 ساله بلژیکی می تواند وقتی فرد دیگری دستان او را بر روی صفحه کلید هدایت می کرد با حرکات ظریف انگشتان خود ارتباط برقرار کند. اما متخصصان سپس این مسئله را رد کردند. پزشکان میگویند هوبن نسبت به خود و محیط اطراف خود تا حدی هوشیاری دارد اما نمیتواند ارتباط برقرار کند. اکنون پژوهش‌ها میگوید بیمارانی مانند هوبن که زمانی گفته میشد واکنشی به محیط ندارند ممکن است زمانی با وسایل مناسب بتوانند مستقیما از مغز ارتباط برقرار کنند. 54 بیمار را که به ظاهر واکنشی به محیط خود نداشتند تحت MRI قرار دادند و از آنها خواستند تصاویر مختلفی را مانند فوتبال بازی کردن یا راه رفتن در یک خانه مجسم کنند. در 5 نفر از این 54 بیمار تصور این صحنه ها نقاط جداگانه از مغز را فعال کرد. یکی از بیماران وقتی در مورد زندگیش از وی سوال کردند با تجسم فوتبال بازی کردن به عنوان پاسخ آری و راه رفتن در خانه به عنوان پاسخ نه به 5 سوال از 6 سوال پاسخ صحیح داد. پروفسور استیون لاریز از دانشگاه لیژ در بلژیک یکی از پژوهشگران بود. بعد ما سوال را می‌پرسیم و روی این منطقه تمرکز می‌کنیم که قشر مغزی مربوط به حرکت است. پس برای پاسخ آری باید ورزش مورد علاقه خود را مجسم کنید. الان به وضوح می‌بینید 15 ثانیه بعد فعال شدن قشر مغزی مربوط به حرکات به معنای پاسخ آری است. پروفسور لاریز می‌گوید زمانی که فناوری که بیماران را قادر به برقراری ارتباط می‌سازد ساخته شود، پرسش‌هایی برای خدمات بهداشتی مطرح خواهد شد. مثلا آیا این بیماران در نهایت خواهند توانست مراقبت از خود را هدایت کنند یا برای پایان دادن به زندگی خود تصمیم بگیرند؟ این یافته دوره جدیدی را آغاز می‌کند که ما باید بدانیم با این فناوری چه خواهیم کرد. ما می‌توانیم سوال‌های بزرگی را اینجا بپرسیم. این یافته اثرات پزشکی، اخلاقی و قانونی بزرگی خواهد داشت. یک پژوهشگر برجسته دیگر دکتر نیکولاس شیف از مرکز پزشکی کورنل ویل در نیویورک میگوید این مطالعه به تشخیص‌های دقیق‌تر و تشخیص بیمارانی که به ظاهر واکنشی به محیط ندارند اما توانایی برقراری ارتباط خواهند داشت منجر خواهد شد. هنوز نمی‌دانیم آیا این افراد می‌توانند نوعی وسیله ارتباطی داشته باشند و ارتباط برقرار کنند، اما می‌دانیم وقتی بیماران بتوانند این کار را بکنند تغییر بزرگی است و فعلا فکر می‌کنم اینها مسائل بسیار مهم ارائه خدمات بهداشتی خواهند بود. دکتر شیف می‌گوید این پژوهش در مورد کسانی که دچار مرگ مغزی یا کما شدند صدق نمی‌کند. بدن این افراد به کمک دستگاه زنده نگاه داشته می‌شود، اما این مطالعه می‌تواند برای کسانی که به ظاهر به محیط خود واکنشی نشان نمی‌دهد امید دهد که ممکن است بتوانند روزی به واسطه افکار خود ارتباط برقرار کنند.